دولت روسیه موافقت کرد که دو گروه اصلی مخالفان مسلح دولت سوریه در مذاکرات صلح ژنو برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه حضور داشته باشند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ابوظبی تأکید کرد که حضور این دو گروه به معنی این نیست که روسیه آنها را به رسمیت می‌شناسد و آنها را تروریست نمی‌داند. آقای لاوروف در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه امارات متحده عربی گفت حضور مخالفان دولت سوریه در مذاکرات صلح به این معنی نیست که گروه های جیش الاسلام و احرار الشام از طرف ما یا از طرف همکاران آمریکایی ما به عنوان شرکای مذاکرات در موافقت نامه وین به رسمیت شناخته شدند. بشار جعفری سرپرست هیئت نمایندگی دولت سوریه با استفانو دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه گفتگو کرده است. مذاکرات ژنو به صورت غیر مستقیم برگزار می شود، به این صورت که نمایندگان دولت و نمایندگان مخالفان دولت سوریه در اتاقهای خود به طور جداگانه با نمایندگان سازمان ملل که نقش میانجی را دارند گفتگو می کنند.